Today is a very he day Today is a very hectic day day یعنی روز he یعنی پر مشقله. very یعنی بسیار زیاد today یعنی امروز today is a very hectic day یعنی امروز روز پر خیلی سرم شلوغه. Today is a very hectic day. Today is a very hectic day. This is a word of caution. This is a word of caution. Caution, Yani توجه یا احتیاط. Word, Yani حرف یا کلمه. This is, Yani این است. This is a word of caution. Yani این حرف یا این گفته محض احتیاطه برای که جانب احتیاط رو نگه داری This is a word of caution This is a word of caution Absentee landlord Absentee landlord. Landlord یعنی مالک Absentee یعنی قایب Absentee landlord یعنی مالکین قایب مالکینی که در جلسه مثلا یا سر ملکشون حضور ندارن Absentee landlord Absentee landlord Add a little milk add a little milk milk یعنی شیر little یعنی کمی add یعنی اضافه کردن add a little milk یعنی یک کم شیر اضافه کن add a little milk add a little milk alive and kicking Alive and kicking. Kicking یعنی در حال ضربه زدن. Alive یعنی زنده. Alive and kicking یک اصطلاح هست به معنی سر و مر و گنده. سالم و سرحال. Alive and kicking. Alive and kicking. Am I the only one? Am I the only one? One, yani Yeki only, yani tan Am I, yani hasta man? Am I the only one? Yani ayo man tan ha, fat hastam? Am I the only one? Am I the only one? An, I, for, an, I. an eye for an eye یعنی چشم an eye آرتیکل a -N, به دلیل اینکه حرف اول از کلمه بعدی در آی صدادار گفتاری است از a استفاده نشده و از آرتیکل a -N استفاده شده an eye یعنی یک چشم for یعنی برای an eye دوباره یعنی یک چشم An eye for an eye یعنی چشم در مقابل چشم یعنی اگر فردی یک کاری رو کرد شما هم سریع انتقام بگیرید که در واقع حاصل انتقام و عدم بخشش و این عبارت an eye for an eye در نهایت منجر به این خواهد شد که کل دنیا کور بشن و هیچ وقت انتقام نباید ادامه پیدا بکنه به هر حال یک نفر این زنجیره چرخش رو باید متوقف کنه با بخشش an eye for an eye an eye for an eye anger has no eyes anger has no eyes eye یعنی چشم آیز یعنی چشم ها نو no آیز یعنی بدون چشم انگر یعنی خشم انگر هز نو آیز یعنی خشونت چشم نداره یا خیلی سادهتر تر خشب, چشم و گوش نداره یعنی کسی که خشمگین میشه چشماش دیگه هیچ رو نمیبینه ممکنه هر کاری انجام بده انگر هز نو آیز انگر هز نو آیز Are you a singer? Are you a singer? Singer Yani Honande. Are you Yani Oyo To Hasti? Are you a singer? Yani Oyoshomo Yi Honande. Are you a singer? Are you a singer? Are you American? Are you American? American یعنی امریکایی Are you یعنی آیا تو هستی Are you American یعنی آیا شما امریکایی هستی Are you American Are you American as بعد از another as بعد از another another یعنی دیگری بد یعنی بد as بعد از another یعنی به بدی دیگری یا در فارسی میگیم سگ زرد برادر شغاله یعنی فرقی نمیکنه این دیکتاتور که بره بعدی که بیاد از اینم بدتره یا ممکن قبلی از اون بدتر باشه به هر حال در فارسی میگیم سگ زرد برادر شغاله خیلی با هم فرقی نمیکنن به اندازه همدیگه بدند از بعد از another از بعد از another از بر از ا بون از بر از بون بر یعنی لخت و ساده و بی پیرایه و صاف بون یعنی استخوان از بر از بون یعنی مثل استخون صاف و بیپیرایه، صاف و سیقلی از بر از بون از بر از بون as blind as a bat as blind as a bat blind یعنی نابینا یا کور بت یعنی خفاش همونطور که شنیدید بتمن یعنی مرد خفاشی از بلایند از بت یعنی به کوری خفاش یا یعنی مثل خفاش کور از بلایند از بت

as clear as a day as dead as mutton as dead as mutton dead یعنی مرده mutton یعنی لاشه گوسفند یا گوسفند as dead as mutton یعنی مرده مثل لاشه گوسفند از دت از ماتن از دت از از های از د سکای از های از د سکای های یعنی بالا و مرتفع د سکای اشاره داره به آسمان تی اچ ایش به خاطر این استفاده میشه که آسمون فقط یه دونه وجود داره و یه چیز مشخصه از های از د یعنی مثل آسمان بلند و سر به فلک کشیده از های از د از های از د از میک از الام. از میک از لم میک یعنی ساده و آرام و احمق لم همونطور که میبینید بیش خونده نمیشه یعنی بره از میک از لم یعنی به آرامی یا احمقی بره یا به حماقت بره از میک از لم از میک از لم از پیشنت از جاب از patient از جاب پیشنت یعنی صبور همچنین به معنی بیمار هم استفاده میشه جاب به معنی شغل یا کار به کار میره اما وقتی که با جی بزرگ نوشته میشه یعنی ایوب پیامبر و در انگلیسی به ایوب پیامبر گفته میشه جاب از پیشنت از جاب یعنی به صبوری ایوب پیامبر یا فردی که بسیار صبور باشه از پیشنت از جاب از پیشنت از جاب از سویت از هانی از سویت از هانی سویت یعنی شیرین هانی یعنی اصل از سویت از هانی یعنی به شیرینی اصل از سویت از هانی از سویت از هانی as thin as a rack as thin as a rack thin یعنی باریک و خیلی لاغر rack یعنی قفسه یا میله as thin as a rack یعنی به باریکی یا لاغری میله یا قفسه as thin as a rack as thin as a rack associate degree in arts associate degree in arts associate یعنی مرتبط degree یعنی مدرک arts یعنی هنر associate degree عبارتی است که به مدرک فوق دیپلم گفته میشه یعنی دو سال تحصیلات بعد از دیپلم arts یعنی هنر associate degree in arts یعنی فوق دیپلم در رشته های هنر یا علوم انسانی associate degree in arts associate degree in arts at the expense of at the expense of at یعنی در expense یعنی هزینه at the expense of یعنی با هزینه کردن از با خرچ کردن از مثلا شما میخواید زبان یاد بگیرید از چی باید هزینه بکنید بیشترین چیزی که باید ازش هزینه بکنید وقت شماست اینجا میگیم چی at the expense of your time با هزینه کردن از وقت شما یادگیری زبان میسر خواهد بود البته اینکه باید در راه درست تمرین بکنید و طبق تکنیک هایی که به خصوص در انگلیسی مستاب خوردن به شما گفته میشه باید تمرین بکنید سر جای خودش قطعا مهم و ارزشمند خواهد بود at the expense of یعنی با خرج کردن از چیزی at the expense of at the expense of Average مستاش Average مستاش Average یعنی معمولی و میانگین مستاش یعنی سیبیل Average مستاش یعنی سیبیل معمولی Average مستاش Average مستاش Back breaking job back breaking job back یعنی پشت breaking یعنی شکننده یا یا چیزی که باعث شکستن میشه job یعنی شغل back breaking job یعنی شغل سخت و کمر شکن back breaking job back breaking job believe it or not believe it or not believe یعنی باور کردن یا اعتقاد داشتن it اشاره میکنه به اون موضوعی که دارن در موردش صحبت میکنن or یعنی یا not یعنی نه یا خیر believe it or not یعنی چه باور کنی چه باور نکنی believe it or not believe it or not، بیگ بایز دوت کراي، بیگ بایز دوت کراي، بیگ یعنی بزرگ بایز جمع پسر که میشه پسرها دونت یعنی انجام نمیدهند کراي یعنی گریه کردن بیگ بایز don't cry یعنی yani پسر بزرگ ها گریه نمی big boys don't cry big boys don't cry blue hot and cold blue hot and cold blue یعنی yani فود کردن هات یعنی داغ cold یعنی سرد blow hot and cold عبارت و اصطلاحی است برای فردی که مرتب تغییر عقیده میده و مرتب نظرش عوض میشه blow hot and cold blow hot and cold we enjoy less. We enjoy less. We یعنی ما enjoy یعنی لذت بردن less یعنی کمتر. We enjoy less یعنی ما کمتر لذت میبریم. We enjoy less. We enjoy less. Button your, lips. button your lips button یعنی دکمه زدن یا دکمه رو فشار دادن یور یعنی مال تو lip یعنی لب lips یعنی لب‌ها button your lips یعنی دکمه بزن به لب یا خیلی ساده‌تر لب هات رو ببند یا با مفهوم ساکت شو button your lips با تن یور لپس وی اپالجایز وی یعنی ما اپالجایز یعنی اوزخواهی کردن یا پوزش خواستن وی اپالجایز یعنی ما اوزخواهی می کنیم وی we apologize can you fix this can you fix this can you yani oyo shomomitavaniit your oyo tomitavaniit fix یعنی تعمیر کردن یا فیکس کردن this اشاره میکنه به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه یا اشاره به نزدیک این can you fix this یعنی آیا می توانید این را تعمیر کنید can you fix this Can you fix this? I changed my mind. I changed my mind. Change یعنی تغییر دادن. Changed در زمان گذشته اتفاق افتاده. My mind یعنی ذهنم، تفکرم. I changed my mind عبارتی است به این معنی که من تصمیمم رو عوض کردم. I changed my mind. I changed my mind Christmasیس is here Christmasیس is here کریس یعنی کریسمس که میدونید is ینی است here یعنی اینجا کریسمس is here عب است به معنی Christmas in your Christmas reside. Christmas is here. Christmas is here. Clasp your hands. Clasp your hands. کلاسپ یعنی قلاب کردن یا پیچ کردن به همدیگه یور یعنی مال تو هند یعنی دست هندز یعنی دست ها کلاسپ یور هندز یعنی دست هایت را به هم قلاب کن کلاسپ یور هندز کلاسپ یور هندز کام ا bit closer Come a bit closer Come یعنی آمدن a bit یعنی یک کمی close یعنی نزدیک closer یعنی نزدیکتر Come a bit closer یعنی کمی جلوتر بیا Come a bit closer Come a bit closer come and get warm come and get warm come یعنی آمدن and یعنی و get یعنی به دست آوردن warm یعنی گرما get warm یعنی گرم شدن come and get warm یعنی بیا و گرم شو come and get warm Come and get warm. Consider it done. Consider it done. Consider یعنی در نظر گرفتن. It اشاره میکنه به اون موضوعی که داره در موردش صحبت میکنه. Done یعنی انجام شده. Consider it done یعنی اون موضوعی که سپردی به من انجام شده بدونش انجامش میدم تمومش می کنم consider it done consider it done it could be anything it could be anything It یعنی آن و در اینجا اشاره میکنه به اون موضوعی که دارن در موردش صحبت میکنن. Could گذشته کن یعنی میتوانست. It could be یعنی میتونست. Be بودن. Anything یعنی هر چیزی. It could be anything یعنی میتونست هر چیزی باشه. It could be anything. It could be anything. Cross your fingers for Mori Cross your fingers for Mori Cross یعنی حالت صلیب کردن یا روی هم گذاشتن your یعنی مال تو finger یعنی انگشت fingers یعنی انگشتان اما وقتی که شما انگشتتون رو کراس میکنید و به صورت صلیب در میارید یا روی هم میگذارید در فرهنگ انگلیسی یعنی آرزوی موفقیت برای فردی کردن cross your fingers یعنی انگشتات رو روی هم بگذار و معنی اصطلاحیش یعنی آرزوی موفقیت بکن for mori برای موری cross your fingers for mori اصطلاحی است به معنی برای موری آرزوی موفقیت کنید cross your fingers for morey cross your fingers for morey button up your coat button up your coat button یعنی دکمه button up یعنی دکمه لباسی رو بستن your یعنی مال تو Coat, yani coat. Button up your coat, Yanni Dukh Mahaye, coatetro beband. Button up your coat. Button up your coat. It is cold out today. It's cold out today. cold یعنی سرد out یعنی بیرون today یعنی امروز it's cold out today یعنی امروز بیرون هوا سرده it's cold out today it's cold out today Do you have kids? Do you have kids? Do you have یعنی آیا شما دارید kid یعنی بچه kids یعنی بچه ها Do you have kids? یعنی آیا شما بچه دارید Do you have kids? Do you have kids? Do you hear that? Do you hear that؟ Hear یعنی شنیدن. Do you hear یعنی آیا شما میشنوید؟ That اشاره میکنه به اون چیزی که در موردش داره صحبت میکنه یا صدایی که شنیده شده. Do you hear that؟ یعنی آیا اون صدا رو میشنوید؟ Do you hear that؟ Do you hear that؟ داg in the manager داg in the manager داگ یعنی سگ manager یعنی مدیر داg in the manager عبارت و اصطلاحی است به فرد بخیر یا آدم تنگ نظر که چشم نداره موفقیت و رشد دیگران رو ببینه به اون فرد گفته میشه داg in the manager In the manager. Do not be an idiot. Don't be an idiot Don't be, یعنی نباش an article A -N به این دلیل اینجا به کار رفته که حرف i در idiot صدا گفتاریست ایدیت و نه ایدیوت یا هر چیز دیگری ایدیت یعنی احمق ان ایدیت یعنی یک احمق don't be an idiot یعنی احمق نباش don't be an idiot don't be an idiot do not be too sure don't be too sure don't be یعنی نباش تو یعنی همچنین و البته به معنی زیاد و بیش از حد هم استفاده میشه شور sure, یعنی اطمینان داشتن یا مطمئن بودن دونت بی تو شور یعنی زیاد هم مطمئن نباش بیش از حد مطمئن نباش Don't بی too شور sure. Don't بی too شور sure. Do not count on me. Don't count on me. Don't یعنی انجام نده. Count و نه تلفظ دیگری به این صورت. Count. او. او. Count یعنی شمردن حساب کردن. آن یعنی روی. Me یعنی من یا مرا. Don't count on me. عبارتی است به معنی روی من حساب نکن اگه فکر کردیم مثلا من فلان کارو برات انجام میدم روی من حساب باز نکن در فارسی میگیم روی من حساب باز نکن dont count on me dont count on me do not do that yet Don't do that yet. Don't do یعنی انجام نده. That یعنی اون کاری که در موردش صحبت میکنن و یا اشاره به دور یعنی آن Yet یعنی فعلا هنوز همچنین به معنی علا رغم با این وجود هم به کار میره Don't do that yet یعنی فعلا اون کار رو انجام نده فعلا اون کار رو نکن Don't do that yet Don't do that yet. Do not fool around. Do not fool around. Do not یعنی انجام نده. Fool یعنی احمق. Around یعنی دور و بر. Fool around عبارتی است به معنی مسخره بازی در آوردن یا لوده بازی کردن dont fool around یعنی مسخره بازی در نیار لوده بازی در نیار dont fool around dont fool around do not mention it dont mention it don't یعنی انجام نده منشن یعنی مطرح کردن ات اشاره میکنه به اون موضوعی که دارن در موردش صحبت میکنن dont mention it یعنی مطرحش نکن حرفش رو نزن همچنین میشه گفت وقتی که مثلا در مورد پول صحبت میشه میگه dont mention it مطرحش نکن بابا چیز خاصی نیست قابلی نداره dont mention it dont mention it Do not pull my leg. Don't pull my leg. Don't یعنی انجام نده. Pull یعنی کشیدن. Leg یعنی پا. My leg یعنی پای من. Don't pull my leg در معنی لغوی و کلمه ایش یعنی پای من رو نکش. اما در معنی اصطلاحیش یعنی سر به سر من نذار. با من شوخی نکن. Don't pull my leg. Don't pull my leg. Do not split hairs. Don't split hairs. Do not یعنی انجام نده. Split یعنی جدا کردن یا فرق باز کردن در اینجا. hair یعنی مو do not split hairs معنی لغویش یعنی فرق مو باز نکن اما معنی اصطلاحیش یعنی حساسیت به خرج نده مته به خشخاش نگذار don't split hairs don't split hairs drop in sometimes Drop in sometimes. Drop یعنی انداختن یا رها کردن چیزی. Drop in فعل عبارتی است یعنی سر زدن به کسی یا رفتن به خونه کسی و بهش سر زدن. Drop in یعنی به ما سر بزن. Sometimes یعنی گاهی. Drop in sometimes یعنی گاهی به ما سر بزن. گاهی پیش ما بیا. Drop in sometimes. drop in sometimes drop your weapon drop your weapon drop یعنی رها کردن یا انداختن your یعنی مال تو weapon یعنی سلاح یا اسلحه drop your weapon یعنی اسلحت رو بیانداز drop your weapon drop your weapon easy کام easy go easy کام easy go easy یعنی آسان کام یعنی آمدن گو یعنی رفتن ایزی کام ایزی گو اصطلاحی است به معنی بادآورده رو باد میبره یا آن چیزی که آسان به دست بیاد آسان هم از دست خواهد رفت ایزی کام ایزی گو ایزی کام ایزی گو enough experience enough experience enough یعنی کافی Experience, Yanni تجربه. Enough experience, Yanni تجربه coffee. Enough experience. Enough experience. Even every little help. Even every little help. even یعنی yani حتی every یعنی yani هر little یعنی کوچک و اندک help یعنی yani کمک even every little help یعنی حتی هر کمک کوچکی even every little help even every little help everything Is fine. everything is fine everything یعنی هر چیزی is یعنی است fine یعنی خوب و روبره و ردیف everything is fine یعنی همه چیز خوبه همه چیز مرتبه everything is fine everything is fine فانسی meeting you فانسی meeting you Fancy یعنی تخیلی میت یعنی ملاقات کردن میتینگ یعنی در حال ملاقات کردن فانسی میتینگ یو عبارت و اصطلاحی است به معنی چه عجب از این طرفا خیال دیدن تو رو داشتیم. چه عجب از این طرف ها تو رو دیدیم فانسی میتینگ you! fancy meeting you for a short while for a short while for یعنی برای یا به منظور short یعنی کوتاه while یعنی مدتی for a short while یعنی برای مدت کوتاهی for a short while for a short while. For Christ's sake. For Christ's sake. For یعنی برای یا به منظور Christ یعنی ایسا مسیح یا حضرت مسیح سیک یعنی محض رضا به خاطر For Christ's sake یعنی محض رضای مسیح تو رو به خاطر مسیح for Christ's sake for Christ's sake for God's sake for God's sake for یعنی برای یا به منظور God با جیه بزرگ اشاره به خدای یکتا و خداوند بزرگ داره سیک یعنی محض رضا به خاطره for God's sake یعنی محض رضای خدا تو رو به خدا for God's sake for God's sake for the last time for the last time for یعنی برای last یعنی آخرین time یعنی بار یا دفعه for the last time یعنی برای آخرین آخرین بار یا خیلی ساده یعنی برای آخرین بار for the last time for the last time from time to time. From time to time. From و نه فرام. تلفظش درستش رو دقت بکنید. From بین F و R صدای وجود نداره ما هم صدای اضافه نمی کنیم. From یعنی از time یعنی زمان to یعنی به from time to time یعنی از موقعی به موقعی یا خیلی ساده تر یعنی بعضی اوقات گاه به گاه from time to time from time to time get out of my way Get out of my way. Get out یعنی کنار رفتن یا بیرون رفتن. of حرف اضافه و به معنی کسره مالکیت در اینجا my way یعنی راه من. Get out of my way یعنی از سر راهم کنار بروید یا از سر راهم برو کنار. Get out of my way. Get out of my way. It gets on my nerves. It gets on my nerves. It, یعنی آن یا اشاره به دور get یعنی به دست آوردن gets اس سوم شخص به خاطر ایت گرفته آن یعنی روی my nerves یعنی اعصاب من it gets on my nerves یعنی اون موضوع روی اعصاب من میره باعث میشه اعصابم خورد بشه It gets on my nerves. ایت گets on my nerves. Cheers for Julie. Cheers for Julie. Cheers یعنی تشویق کردن for یعنی برای یا به منظور Julie یعنی جولی اسم خاص چیرز فور جولی یعنی جولی رو تشویق کنید کار بسیار خوبی احتمالا کرده میگه تشویقش کنید چیرز فور جولی چیرز فور جولی گو فلای یور کایت گو فلای یور کایت go یعنی رفتن، fly یعنی پرواز کردن و در اینجا یعنی پرواز دادن، your یعنی مال تو، kite یعنی بادبادک یا kite go fly your kite از نظر لغوی یعنی برو بادبادک بازی تو بکن، اما در معنی اصطلاحی یعنی برو پی کارت، برو دنبال کار خودت، برو رد کارت go fly your kite Go fly your kite. Go straight ahead. Go straight ahead. Go یعنی رفتن، straight یعنی مستقیم، ahead یعنی به جلو. Go straight ahead عبارتی است به معنی مستقیم بروید، مستقیم ادامه دهید. گو استریت آهاد، گریس تامز پام، گریس تامز پام، گریس همون که میدونید یعنی گریس کاری کردن یا روغن زدن یا چرب کردن. تام اسم خاص آپاستروفی اس برای مالکیت به کار رفته پام همونطور که میبینید الش خونده نمیشه یعنی کف دست گریس تامز پام یعنی کف دست تام رو چرب کن و اصطلاحی است به معنی به تام رشوه بده در فارسی میگیم سیبیل طرف رو چرب کن و در اینجا گریس تامز پام یعنی سیبیل تام رو چرب کن به تام رشوه بده grease tom's palm grease tom's palm باب has a screw باب bob has a screw, loose. Bob has a screw loose. Bob اسم خاصه یعنی باب has یعنی او دارد screw یعنی پیچ، لوس یعنی شل، باب هز سکرو لوس در معنی لغوی یعنی باب یک پیچ شل داره، اما در معنی اصطلاحی یعنی پیچ مخ باب شله یا اینکه باب دیوانه است. باب هز سکرو لوس باب هز سکرو لوس I do not really trust Tara. I don't really trust Tara. I don't یعنی من انجام نمیدم. Really یعنی واقعا. Trust یعنی اعتماد داشتن. Tara اسم خاص یعنی تارا. I don't really trust Tara یعنی من واقعا به تارا اطمینان ندارم. I don't really trust Tara I don't really trust Tara I want to go now I want to go now I want to yani main mekhaham ke go yani raftan now yani aknun hala i want to go now yani man الان mikhaam beravam i want to go now i want to go now haste makes waste haste makes waste هیست یعنی عجله کردن میک یعنی ساختن میکس یعنی میسازد و اسش برای سوم شخص یعنی عجله به کار رفته ویست یعنی خرابی یا هدر رفتن هیست میکس ویست اصطلاحی است به معنی عجله کار شیطانه یا اینکه عجله باعث خرابی میشه باعث هدر رفتن میشه هیست میکس ویست هیست میکس ویست جان هز ا براد بک جان هز ا براد بک جان اسم خاصه یعنی آقای جان هز یعنی او دارد براد یعنی گسترده و پهن و فراخ بک یعنی پشت براد بک یعنی فردی شونه های فراخی داره. جان هز براد بک در معنی اصطلاحی یعنی جان فردی است که سعه صدر داره طاقت انتقاد داره میشه ازش انتقاد کرد و باهاش صحبت کرد خیلی صبور سنگ صبوره. جان حز براد بک جار حز براد بک. Have you arrived? Have you arrived? Arrive یعنی رسیدن. Arrived در زمان گذشته ایدی گرفته. Have you arrived? در حالت سوالی گذشته کامل اتفاق افتاده. یعنی آیا تو رسیده ای؟ مثلا نیم ساعت پیش دوستتون از شما جدا شده رفته سمت خونه شون. بعد شما ازش میخواید بپرسید که رسیده ای؟ بهش میگید Have you arrived؟ آیا تو رسیده ای؟ Have you arrived؟ Have you arrived؟ He began to shout He began to shout He یعنی اوی مزکر بگین یعنی شروع کردن و در حالت گذشته میشه بگن یعنی شروع کرد شاوت یعنی فریاد زدن یا داد زدن هی بگن تو شاوت یعنی او شروع به فریاد کشیدن کرد هی بگن تو شاوت هی بگن تو shout هی گات A soft job. he got a soft job he got یعنی او به دست آورد در زمان گذشته he get یعنی او الان به دست آورده he got یعنی او به دست آورد soft job یعنی کار راحت و آسان he got a soft job یعنی او کار راحت و آسانی به دست آورد he got a soft job ایگات ساافت جااب هی ایز ا هندی من هیز هندی من هی یعنی اوی مذاکر ایز یعنی ا هندی من یعنی فردی که از دستاش خوب میتونه استفاده کنه یا در فارسی میگیم دست به آچاره با ابزار خوب میتونه کار بکنه هیز هندی من یعنی او فردی دست به آچاره هیز هندی من هیز هندی من هی is a new money. He is a new money. He یعنی اوی مزکر. New یعنی جدید. Money یعنی پول. New money به فردی که تازه به دوران رسیده باشه و تازه به پول رسیده باشه گفته میشه. He is a new money. یعنی او آدم تازه به دوران رسیده است. He is a new money. He is a new money. He is a tough guy. He is a tough guy. Tough یعنی سخت و محکم. گای یعنی یارو یا مرد یا آقا. He is a tough guy. یعنی او آدم یا فرد پرتاقت و قرص و محکم است is a tough guy. He is a tough guy. He is an imposter. ایمپوستر یعنی فرد دقلباز و کلکباز و شیاد. He is an imposter, یعنی او آدم دقلباز و شیادیست. است He is an imposter. He is an imposter. he is not my type he is not my type type یعنی نوع no, همچنین به معنی با کیبورد تایپ کردن هم استفاده میشه my تایپ یعنی هم نوع من he is not my type, یعنی اون نوع من نیست اما در معنی اصطلاحی یعنی او به من نمیخوره با من جور در نمیاد he is not my type He is not my type. He is very sloppy. He very sloppy. Very یعنی خیلی یا بسیار. Sloppy یعنی شلخته و نامرتب. He is very sloppy. یعنی او خیلی شلخته و نامرتبه. He is very sloppy. He is very sloppy. He is all smiles. He is all smiles. Smile یعنی لبخند زدن. All یعنی همه. He is all smiles یک اصطلاح هست یعنی او خیلی خوشحاله قند توی دلش آب میشه از خوشحالی. He's all smiles. He's all smiles.